وارد جلسه 24 شدیم و اینجا میخوایم راجع به اکسایشگاهش یه مقدار صحبت کنیم و یه مقدار سلول گالوانی و ببینیم که چطور میتونیم به پرسش‌های مربوط به این موضوع پاسخ بدیم. سوال 241 میگه جمع جبری تغییر عددهای اکسایش اتم‌های کربن در معادله سوختن کامل اتانول چند است؟ بچه ما برای عدد اکسایش خب دو تا روش داریم، یه روش با استفاده از حالا جمع جبری ها بوده یا تو موشه، یه روش با استفاده از ساختار لوئیس که من واسه که بهتر متوجه بشیم با ساختار لوئیس میخوایم این کار رو انجام بدم. الان ما برای اینکه بتونیم معادل سوختن اتانول رو بنویسیم، اتانول به این شکل خواهد بود، من دیگه یه سره دیگه الکترون نقطه رو کشیدم دیگه، این کربن داریم، یه دونه هیدروژن اینجا، یه دونه هیدروژن اینجا، اینجا O و اینجا H، این اتانول هست که موقعی که میسوزه تبدیل میشه به CO2، اینها رو که داریم و H2، H2O هم که یه O وسط، هیدروژن هم که اینجا ما خواهیم داشت که حالا تو تغییر عدد اکسایش خیلی برای ما قاعدتاً تفاوتی نمیکنه که چند تا الان کربن دی اکسید داریم یا چند تا آب داریم. خب فقط یک نکته ای رو ما اگر بخوام بدونیم اینه که گفتم هم با استفاده از حالا روش ساختار لوئیس میتونیم بریم هم محاسباتی، منتها من هر دوش رو میخوام اینجا الان اجرا بکنم تا یه دوره‌ای بشه. ببینید اول بریم سراغ این که ما بخوایم با استفاده از ساختار لوئیس عدد اکسایش رو حساب کنیم. بین کربن و هیدروژن جفت الکترون به سمت کربن خواهند اومد، اینجا به سمت کربن، به سمت کربن. من یه بار اینجا تذکر بدم که ما می‌دونیم اتم فلور از همه بیشتر دوست داره الکترون به سمت خودش جذب بکنه، تو رتبه دوم که اکسیژن، بعد نیتروژن و بعد کلور و بعد حالا بقیه. یه دونه هم داریم که خیلی استفاده میشه، اونم کربن از هیدروژن برای جذب الکترون قوی تره، به خاطر همینه که پس الان بین هیدروژن و کربن به سمت کربن خواهند اومد. خب اینجا جفت الکترونی که بین دو تا کربن یکسانه چی میشه؟ خب الان تعداد کربنی که الان به اشتراک گذاشته شده این الکترون ها میاد و شروع کنه به چی؟ به اینکه نصف میشه بین کربن ها، بین کربن و اکسیژن جفت الکترون به سمت اکسیژن میرن و اینجا به سمت هیدروژن خواهند اومد. خب من برای اینکه قاطی نشه اگر موافق باشید اینو با حالا سی نمیشه، اینو با سی ستاره که عدد اکسایش رو میخواییم حساب بکنیم. برای سی کربن الان ما بخواییم عدد اکسایش رو حساب کنیم، یه تعداد اولیه 4 تا بوده، الان دورش چند تاست؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6، یه دونه اینجا داریم 7 تا، پس الان عدد اکسایش اینجا کربن منفی 3 است. توی اینجا بخوایم حساب کنیم، یعنی سی ستاره رو بخوایم حساب بکنیم، 4 تا کربن به طور عادی است، به طور عادی است بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی کربن ساختار لوئیس رو می‌خوایم رسم کنیم 4 تا کربن داره دیگه، منظور اینه. خب منهای اینجا 1, 2, 3, 4, 5 تا ما می‌بینیم که دور این کربن وجود داره، این جفت الکترونی که مثلا تو اکسیژن رفتن، پس اینجا منفی 1 خواهد بود. بسیار خوب، اینجا عدد اکسایش کربن چنده؟ اصلا اینجا من به همون دو تا روش میخوام حساب بکنم. اول بریم سراغ ساختار لوئیسمون، تو ساختار لوئیس کربن به این سمت، اینم به این سمت خواهد رفت. طبق روشی که ما برای ساختار لوئیس داریم، کربن قبلا 4 تا بوده دورش، الان چند تاست؟ هیچی. پس اینجا مثبت 4 عدد اکسایش کربنه، یعنی 4 تا الکترون از کربن دور شدن تو این ترکیب. با استفاده از روش‌های عادی ما می‌دونیم که CO2 اگه بخوام حساب کنم اکسیژن رو منفی 2 در نظر بگیریم، میشه کربن منهای 4 0 و کربن 4، پس از هر دو روش یک عددی رو داره به ما اینجا عنوان میکنه، پس کربن بچه رسیده اینجا به عدد 4. خب اینجا تغییر عدد اکسایش چقدر؟ از منفی 3 به 4 رسیده، تغییر عدد اکسایش 7 است، از منفی 1 به 4 رسیده، تغییر عدد اکسایش میشه 5 تا، مجموع این تغییر عدد اکسایش برای ما چی میشه؟ برای ما 12 خواهد شد. بنابراین 241 گزینه 1 گزینه 2 درست خواهد. سوال 242 میگه دامنه تغییرات عدد اکسایش، حالا تو جای خالی بخوایم قرار بده، میگه اکسیژن دو برابر تغییر عدد هیدروژن. خب بیا ما تغییر عدد اکسایش رو یه بار با هم مرور بکنیم که اصلا چی هست.
من همینجا میخوام راجع به صحبت بکنم. اول بریم سراغ اکسیژن. بچه ها اکسیژن عدد اکسیژنش از چند میتونه باشه؟ کمترینش که منفی دوه، بیشترینش چقدره؟ مثبت دو. مثبت دو مگه میشه اکسیژن مثبت دو باشه؟ قبلا تذکر دادم توی ترکیب به نام OF2 در این اتفاق داره میفته. پس بنابراین الان اکسیژن هم از منفی دو تا مثبت دو اگر باشه 4 تا تغییرات ما خواهیم داشت. بعدیش الان بریم سراغ اتم دیگه که گفته، مثلا هیدروژن. اینجا دوباره گفته هیدروژن، دیدیم بازم که کوچکترینش میتونه اینجا -1 باشه. کجا؟ اونجایی که با فلزهای قلیه قلیخاکی ارتباط داره، مثلا NaH. و مثبته که مثلا عادیشه. تغییراتش چقدر میشه برای ما؟ تغییراتش برای ما عدد 2 خواهد بود. پس اینم یادمون باشه که هیدروژن 2 تا داریم. دیگه چی داریم؟ فسفر. بچه‌ها فسفر دورش 5 تا الکترون وجود داره. کمترینش رو بخوایم، یعنی اونایی که میخوان نزدیک بشن، 3 تا میتونن بهش نزدیک بشن. پس -3 هست و بیشترینش اینجا که همه جداشن هستن، -5. تغییرات عدد اکسیژنش میشه اینجا برای ما 8 تا. پس برای فسفر هم از -3 تا -5 8 تا رو خواهیم داشت. دیگه اینجا اکسیژن که تو گزینه 2 داشتیم، نقره رو ببینیم. نقره میدونیم یک فلزه و این فقط الکترون از دست میده، پس یا میتونه خونسا باشه یا میشه -1 باشه. تغییرات چند تاست بچه ها؟ یه دونه است. پس این نقره هم بیاد اون باشه که یه دونه تغییرات داره. بقیش این بر بنویسیم. فلور یک اتمیه که فقط الکترون بهش نزدیک میشه، پس کوچکترینش -1ه و در حالت عادی خونساست. بازم تغییراتش چند تاست؟ یه دونه برای ما خواهد بود. دیگه گوگرد و پتاسیم داریم. برای گوگرد S6، خب کوچکترین چقدره؟ کوچکترین موقع بخواد نزدیک بشه میشه -2 و بزرگترین میشه -6. اینجا ما 8 داریم و پتاسیم یک فلزه، یا خونساست یا -1. بنابراین اینجا 2 تا ما یه دونه، از 0 تا 1 میشه یه دونه ما تغییرات خواهیم داشت. خب من فقط این رو نوشتم که یه دور مرور کرده باشیم تغییرات عدد اکسایش شروع و اینجا بتونیم این سوال جواب بدیم. حالا الان اینجا عنوان میکنن، میگن که دامنه تغییرات عدد اکسایش. من از گزینه 1 دارم شروع میکنم. اکسیژن که 4 تاست میگه 2 برابر هیدروژنه. این درسته، اولی که درسته. بریم سراغ دومی. میگه فسفر 4 برابر اکسیژنه. فسفر 8 تاست، 4 برابر اکسیژن نه 2 برابرشه. پس من این 2 غلطه. میگه نقره 2 برابر فلوره. نقره و فلور جفتشون 1ه، پس اینم غلط میشه، 2 برابر فلور نیست. گوگرد 4 برابر پتاسیمه. گوگرد 8 برابر پتاسیمه و 4 برابر نخواهد بود. پس 242 همون گزینه 1 میمونه که گزینه درست برای ما بوده. سوال 243 میگه در واکنش سیو به اضافه هاشم مثبت به اضافه NO3 منفی شده، سیو 2 مثبت به اضافه NO2 به اضافه هاش 2 که خب من پای تختم نوشتمش، میگه گونه سیو اکسنده NO3 منفی کند. خب ما برای اینکه بتونیم جواب بدیم بچه یه بار مرور کنیم با هم که ما اگر یک حالا گونه داشتیم اکسایش پیدا میکرد یا کاهش پیدا میکرد چه علائمی داشت. ما میدونیم واکنش های اکسایش کاهش کلن واکنش هایی هستن که یک الکترون میده یک الکترون میگیره. اونی که الکترون میداد میگفتیم اکسایش بده کرده، پس تو اکسایش الکترون میده. اونی که الکترون میگرفت میگفتیم کاهش بده کرده، پس این که کاهش بده میکنه الکترون میگیره. یه علامت دیگه هم داشتیم، اون که اکسیژن پیدا می‌کرد معمولاً اکسیژن می‌گرفت، ما اون که کاهش پیدا می‌کرد اکسیژن می‌داد. یه علامت دیگه هم داریم به این شکل، اگر دیدیم که یک گونه داره هیدروژن میده می‌گفتیم که اکسیژن پیدا کرد، یا اگر هیدروژن بگیره می‌گفتیم کاهش پیدا کرد. علامت چهارم با اعداد اکسیژن بچه‌ها، اگر می‌دیدیم عدد اکسیژن داره زیاد میشه، پس اینجا ما افزایش عدد اکسایش رو اگر دیدیم متوجه میشونیم که اکسایش پیدا کرد، و اینجا اگر کاهش عدد اکسایش رو میدیدیم میگفتیم کاهش پیدا کرده. و اصلا به خودم این اسم اینو گوشن کاهش،
شما اگه اکسیدش دارین تو اینجا کاهش پیدا میکنه. ما علامتهایی هست که ما میتونیم بفهمیم که یک چیزی اکسیدش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. و قطعاً اونی که اکسیدش پیدا میکرد مطمئناً باعث کاهش یکی دیگه میشد. به خاطر این بهش کاهنده هم میگفتن این رو. و کسی که کاهش پیدا میکرد باعث اکسیدش یکی دیگه میشد. بهش میگفتن چی الان اینو اکسنده. خب ما حالا با توجه به این مقدمه‌ای که داریم و یادآوری که کردیم ببینیم که چطور میتونیم به این سوال جواب بدیم. میگه تو این واکنش گونه سیو میگه نقش اکسنده داره. سیو بچه ها تبدیل شده به سیو دو مثبت، الکترون داده، پس این نقشش کاهندگیه. بنابراین همون اول خب غلطه و مطمئنن ما سراغش نخواهیم رفت. انوسه منفی هم حالا بعدا بررسی میکنیم دیگه. هاش مثبت میگه اکسنده است. هاش مثبت تبدیل شده بازم به چی؟ به هاش مثبت. اینج هاش دو هاش مثبت توش داره دیگه. اصلا ما تغییری تو عدد اکسیدش نداریم. ببینید ما از هر چهار روش میتونیم استفاده کنیم واسه این بفهمیم که این اکسیدش پیدا کرده کاهش پیدا کرده. ببین اصلا اینجا الان سه یو به سه یو دو مثبت تبدیل شد، دیدیم الکترون داده و از الکترون دادن استفاده کردیم و فهمیدم اکسیدش پیدا کرده یا کاهنده است. یا مثلا تو هاش مثبت دیگه، هاش مثبت اینجا عدد اکسیدش یکه، اینجا عدد اکسیدش یکه و هیچ تغییری در عدد اکسیدش نداریم. به خاطر این نه اکسیدش بده که نه کاهش بده کرده. پس گزینه دو هم راحت میشه. گزینه سه میگه سیو کاهنده است. بله الکترون الان اینجا داده و کاهنده برای مخاطب بود. و میگه NO3 منفی اکسنده است. NO3 منفی تبدیل شده به چی؟ به NO2. من از دو روش میخوام اثبات کنم که واقعا NO3 منفی اکسنده است. اول اینکه NO3 منفی بچه تبدیل به NO2 شده. تو این مجموعه نکنید از لحاظ اتمی اکسیژن داده. اونی که اکسیژن میده ما بهش گفتیم چیه؟ کاهش پیدا میکنه یا اکسنده است. این یه روش. روش دومی که ما بعد از اکسیدش میتونیم بگیم نیتروژن NO3 منفی عدد اکسیدش به حساب کنیم چقدر میشه. نیتروژن داریم اینجا -6 برابر با بار منفیه که پس N مثبت 5 توی NO3 منفی خواهد بود. پس این مثبت 5 عدد اکسیدشش. تو NO2 عدد اکسیدش چقدر میشه؟ میگیم N -4 اکسیژن منفیه. دو تاش میشه 4 میشه 0 چون خنثاست. بنابراین N اینجا میشه مثبت 4، اینجا مثبت 5، اینجا مثبت 4. عدد اکسیدش بچه چی پیدا کرده؟ کاهش پیدا کرده. پس کاهش داریم و اینجا میفهمیم که NO3 کلن نقش اکسندگی خواهد داشت. پس از دو طرف تونستم این رو بفهمم و گزینه 3 همه چیز کامل و مشکل نداریم. بازم تو گزینه جون بگیم هاش مثبت کاهنده است که دیدیم اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده و NO3 منفی اکسنده است که درسته. بنابراین توی 243 باز هم گزینه 3 میبینیم که گزینه خوبی خواهد بود و میتونیم تو پاسخنامه‌مون 243 رو گزینه 3 علامت بزنیم. سوال 244 میگه در مورد واکنش های زیر کدام مطلب نادرست است؟ بسیار خوب. دو تا واکنش داده. میگه تغییر عدد اکسیدش Fe3 مثبت در واکنش 1 و 2 یکسان است. بریم ببینیم. عدد اکسیدش Fe اینجا مثبت 3 شده مثبت 2. یه واحد الان تغییر پیدا کرده، یه واحد کم شده. اینجا Fe3 مثبت شده Fe2 مثبت، بازم یک واحد کم شده. پس بنابراین تغییر عدد اکسیدش یکسان، مشکلی ما با این نداریم. میگه دو در واکنش دو تعداد 3 الکترون مبادله میشه. خب تو واکنش دو بچه‌ها من اگه موافق باشید اصلا واکنش دو رو بنویسم. اینجا پس واکنش دو رو داریم بررسی میکنیم. ما چطور میفهمیم چند تا الکترون مبادله شده؟ راه‌های مختلف وجود داره، فرموله متفاوتی گفتن، اما من میخوام دقیقا با مفهوم پیش برم. اینجا نگاه کنید کروم 3 الکترون از دست داده، پس من نیم واکنش اکسایش رو دارم مینویسم. Fe3 مثبت بچه یه دونه الکترون گرفته، شده چی؟ Fe2 مثبت. و داریم میبینیم که Fe3 مثبت اینجا الکترون گرفته و تبدیل شده Fe2 مثبت. خب ما برای اینکه معادله کلی رو بنویسیم گفتیم الکترون رو باید حذف بکنیم. پایین رو تو چی ضرب میکنم؟ توی 3 ضرب خواهم کرد. خب الان نگاه کنید ما چند تا الکترون بالا پایین داریم با هم میزنیم؟ 3 تا الکترون با 3 تا الکترون. همین تعداد الکترونی که داریم با هم میزنیم همین تعداد الکترونی که مبادله شده.
بنابراین تو واکنش دوم 3 الکترون جابجا شده، این چند تا گفته بود، اینم گفته بود 3 تا الکترون، پس بنابراین گزینه دوم گزینه درست خواهد بود. میگه پس از موازنه مجموع ذره به واکنش 1 بیشتر از واکنش 2 است. خب همینجا پس اینجا که الکترون رو ما حذف کردیم بیاید دیگه بنویسیم دیگه که موازنش ببینیم چی میشه. اینجا داریم کروم به اضافه 3 تا Fe 3 مثبت برای ما شده کروم 3 مثبت به اضافه 3 تا Fe 2 مثبت. پس این ذرایب رو ما میتونیم اینجا اضافه کنیم، پس اینجا 1، اینجا میشه 3 برامون، اینجا 1 و اینجا میشه عدد 3. یه چک هم میخواید بکنیم، چون هم لحاظ بار هم لحاظ جرم بعد موازنه بشن، کروم یه دونه یه دونه، Fe 3 تا 3 تا، از لحاظ بار 3 3 تا مثبت 9، 3 دو تا 6 با 3 مثبت 9، پس موازنمون کامله. واکنش یک رو هم پس بیاید موازنه کنیم به همین روش. داریم Sn 2 مثبت به اضافه Fe 3 مثبت. خب Sn 2 مثبت بچه ها الکترون داده شده، Sn 4 مثبت به اضافه 2 تا الکترون، Fe 3 مثبت هم اینجا الکترون گرفته شده چی؟ Fe 2 مثبت. خب ما برای اینکه موازنه کنیم پایین رو توی 2 بعد ضرب کنیم قاعدتا که الکترون ها با هم ساده بشن و میفهمیم که تو این واکنش دو تا الکترون جابجا شده. بنابراین میشه Sn 2 مثبت به اضافه 2 تا Fe 3 مثبت به ما چی داده؟ Sn 4 مثبت به اضافه 2 تا Fe 2 مثبت. پس ضرب فهمیدم شده 1 2 1 و 2. یه چک بکنیم 2 برای Fe. خب اینجا یه چک بکنیم، Sn یه دونه یه دونه، Fe دو تا دو تا، دو سه تا 6 تا با دو تا 8 تا، دو دو تا 4 و 4 میشه 8. خب حالا مسئله از من چی خواسته بود؟ گفته بود که مجموع ضربه واکنش 1 بیشتر از واکنش 2 است. الان واکنش 1 نکنید، این 1 1 1 1، این 2 2 3 و 3، مثلا 2 بیشتر از 1 که اینجا دقیقاً برعکس گفته. پس بنابراین گزینه مورد نظر رو ما پیدا کردیم، گزینه 3 است. اما خب چهارم برسیم میگه نسبت تغییر عدد اکسایش گونه های کاهنده به اکسنده در واکنش 2 برابر 3 است. این واکنش واکنش 2 گونه ای که الان اکسایش بچه رو پیدا کرده اون که الکترون داده کرومه، پس این میشه چی برای ما؟ میشه کاهنده. اکسنده ما که میشه چی؟ Fe. نسبتشون چقدره؟ الان این ست تغییرات داشتن یه دونه، پس برای این 3:1 کاملا درسته. روش دیگه واسه موازنه بچه‌ها داریم و میتونیم پیش بکشیم. من فقط یه اشاره کوچیک بکنم چون خیلی تو کتاب جدی نیومده. معمولا از این روش استفاده میکنن که برای موازنه دارم میگم که ما مثلا ضرب رو نمیدونیم، میگیم Sn اینجا از مثبت 2 رسیده به مثبت 4. اصطلاحاً میگیم 2 درجه ما اینجا اکسایش رو داریم میبینیم و Fe از مثبت 3 میبینید رسیده به مثبت 2. یک درجه کاهش پیدا کرده. 2 درجه الان اکسایش رو میبریم پشت Fe 3 مثبت، 1 درجه میبریم مثل Sn و بعد یه بقیه موازنه انجام میدیم. این روش هم هست به عنوان روش عدد اکسایش که خب چون نیاز به توضیحات داره، من البته توضیحات رو توی 0 تا 100 کامل دادم، منتها خب یه سری قوانین داره که اونجا قوانین بازم بررسی شده، ولی اینجا ما می‌خواستیم راجع به خود الکترون‌ها صحبت کنیم چون یکی از مواردی که خیلی خیلی سوال داره میشه توی بحث‌های به خصوص مسائلی که توی سلولای گالوانی هست همین که چند الکترون جابجا شده است. اینجا هم میشه فهمید، منتها اینجا خب شاید برای همه قابل فهم باشه و دیگه میتونیم متوجه بشیم که چند الکترون جابجا شده، چون مسئله که حل خواهیم کرد می‌بینید که چقدر این مسئله برای ما مهم خواهد. بریم سراغ سوال 245. میگه چه تعداد جملات جمله های داده شده جمله در واکنش Fe 3 مثبت به اضافه A به ما میدهد Fe 2 مثبت به اضافه A 2 مثبت، اگر A گونه فلان باشد چه اتفاقی میفته؟ به طور صحیح کامل میکنه. بسیار خوب، من واکنش رو اینجا دارم، Fe 3 مثبت به اضافه A شده Fe 2 مثبت به اضافه A 2 مثبت، اینجا Fe الکترون گرفته و A الکترون داده، بنابراین A اینجا اکسایش پیدا کرده و کاهنده است. Fe 3 مثبت شده Fe 2 مثبت، اینجا داریم میبینیم که عدد اکسایش کاهش پیدا کرده، پس کاهش پیدا کرده و اکسنده خواهد بود. حالا ببینیم چی گفته. میگه که الان جمله اول میگه که اگر گونه A میگه Mg باشه،
ام جی ای صفرشون هم داریم دیگه قاعدتا میدونیم هر چقدر ای صفر کوچکتر فلز ما قوی تره و قدرت این که بخواد الکترون بده یا قدرت کاهندگیش بیشتر خواهد شد. ام جی میگه اگر باشه ای صفر سلول 3.15 ولت خواهد بود. بسیار خوب، الان میتونیم اصلا حساب بکنیم دیگه برای گزینه الف یا جمله الف بهتره بگیم. خب اینجا اگر ام جی باشه بچه ما چی داریم برای ای صفر سلول؟ میگیم ای صفر کاتود منه ای صفر آنود. کاتود ما الان ببینید اف ای سه مثبت به اف ای دو مثبته، پس 77 و بعد من اینجا به کار بگیرم، منهای منفی 2.38 حاصل چی میشه برای ما؟ اگر یه حساب کتاب بکنیم میشه 3.15. این چند گفته بود؟ بله، پس جمله الف فعلا جمله درستیه. به میگه اگر گونه آ هاش جی باشد، جیوه بخواد باشه، اگر جیوه بخواد باشه نسبت به اف ای که بچه ها اینجا کاتوم شکی آنیون اینجا 85 صدم میبینیم بزرگتره و اف ایه که اینجا انگار باید اف ای سه مثبته که اینجا الکترون بده. الان ای نکنید نسبت به اف ای باید قوی تر باشه. چرا؟ چون ای الان الکترون داده و اف ای الکترون گرفته، اف ای سه مثبت. الان هاش جی نگاهید 85 صدمه و چون ای صفرش بزرگتر از همچه اتفاقی نمیفته و اعتمال ای جی باید الکترون بگیره، بنابراین اصلا بی رو رد میکنیم. جی میگه اف ای میگه واکنش انجام نمیشه. اگه با اف ای بخواد باشه، اگر اینجا اف ای بخوایم قرار بدیم کی الکترون میده؟ دقیقا اف ای دو مثبت که به اف ای داره تبدیل میشه و اف ای سه مثبت الکترون خواهد گرفت. نه کاملا واکنش انجام شدنیه و مشکلی توش نخواهیم داشت. اینجا اف ای الکترون خواهد داد چون آنوده و اصطلاحا ما داریم میگیم که قطب منفی ما رو تشکیل خواهد داد. ای صفرش کوچیک‌تره، فلزتره. همین اصطلاحات رو ما میتونیم دیگه به کار ببریم. پس نه جیم هم غلطه. میگه دال میگه که آ گونه هاش جی دو مثبت میتونه باشه و میتواند اف ای سه مثبت رو اکسید کنه. خب اگر هاش جی دو مثبت باشه، اینجا هاش جی دو مثبت باشه، خب قراره که الکترون بده نه اینکه الکترون بگیره. اینجا هاش جی دو مثبت باشه دیگه الکترونی نداره که بخواد به ای دو مثبت تبدیل بشه. پس مسلما دال هم همون اولش غلطه و آخر میگه سه یو مثبت اگر اینجا باشه. بسیار خب اگه اینجا سه یو مثبت باشه اون موقع چه اتفاقی افتاده؟ اینجا نکنید سه یو مثبت داریم با سه یو دو مثبت. اگه سه یو مثبت باشه 15 صدمه و اف ای سه مثبت 77 صدمه. اینجا الکترون خواهد داد و اینجا الکترون میگیره، پس میبینیم که دقیقاً سه یو مثبت میتونه باشه. الکترون داده شده سه یو دو مثبت، کاملا درسته و همه چیز بدون مشکل فعلا. میگه حالا سه یو دو مثبت باشه میشه آنون سلوغمیه و اکسایش میه و هیچ مشکلی ما نداریم. سه یو مثبت چون ای صفرش کوچکتر از اف ای سه مثبته، پس بنابراین اکسایش پیدا میکنه و آنود هم هست، بنابراین هم درسته. ببین الف درست شد با ه، پس ما تو ما اینجا دو تا جمله درست خواهیم داشت. 245 پس گزینه یک گزینه درست خواهد بود. سوال 246 میگه در مورد سلول الکتروشیمی روی مس کدام مطلب صحیح است؟ خب بچه به بهانه سوال 246 یه دور مرور بکنیم اصلا کل حالا سلول گالوانی رو که ببینیم که از چی ساخته شده بود. خب ما معمولا یک ظرفی خواهیم داشت که توسط غشاء جدا کننده اینجا که غشاء متخلخل است میتونه از دو طرف حالا یون مبادله بشه جدا شده بود. ما اینجا خب مثلا خب چون ZN الان مس هست یه دونه تیغه داریم از ZN در محلول ZN دو مثبت، یه دونه دیگه چی داریم؟ اینجا تیغه انگار CU داریم توی محلول CU دو مثبت. خب بچه ها اینجا معمولا ما اگر بخوایم یه دونه حالا ولتسنج هم قرار بدیم اینو خواهیم داشته قسمت منفی و مثبت. منفی رو همیشه به قطب منفی وزن میکنیم. ببین چون ZN الان از CU قوی تره. چرا قوی تره؟ چون خودش گفته ای صفر ZN چقدر گفته؟ منفی 76 صدم. ZN دو مثبت ZN منفی 76 صدمه و ای صفر اینجا
سه یو دو مثبت سه یو برای ما شده مثبت 34 صدم. خب ما میدونیم که هر کدوم که ای صفر کوچکتری داره توی سلول میشه برای ما قطب منفی، چون تمایل بیشتری داره برای اینکه بخواد الکترون بده قطب منفی ما میشه، و اینجا برای ما اون که ای صفر بزرگتری میشه قطب مثبت. خب توی قطب منفی الکترون داده میشه، پس بنابراین عملیاتی که داریم عملیات اکسایشه. در قطب مثبت کاهش ما داریم، چون اکسایش ما داریم تو قطب منفیمون، اینجا بهش میگیم چی؟ آنود. و چون کاهش داریم توی قطب مثبت بهش میگیم کاتود. پس آنود و کاتود به خاطر مثبت منفی بودن نیست، به خاطر اکسایش کاهش نامگذاری شده. این حواستون باش. معمولا این ZN اینجا واکنش رو بنویسم، همونطور که داریم میبینیم انگار از جرمش داره کم میشه، جرمش کاهش پیدا میکنه. اما اینجا مثلا Cu2 مثبت داشته باشیم به اضافه دو تا الکترون که میگیره، چون کاهش داره انجام میشه، Cu انگار داره چاقتر میشه و این میگیم جرم، جرمش داره بیشتر میشه. یادمون باشه پس آنود همیشه در حال اینجا لاغر شدنه و کاتود همیشه در حال چیه؟ چاق شدن خواهد بود. خب دیگه چی میتونیم بگیم؟ الان مثلا ای صفر رو میخواییم بگیم، ای صفر برای ما چی خواهد بود؟ ای صفر، ای صفر صفر که با ای ام اف نمایش ما میدیم معمولا، میشه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. خب یه جریان الکترون داریم، جریان الکترون بچه همیشه از کجا تا به کجاست؟ همیشه از قطب منفی به قطب مثبت میشه جریان الکترون. یه نکته دیگه هم که از اینه که ما میدونیم که آنیون ها همیشه از طرف محلول کاتود به سمت آنود خواهند اومد. کتاب درسی اشاره کرده که کاتیون ها هم از محلول آنود به سمت کاتود میاد. حالا این الان درست یا غلطه من فعلا نمیخوام روش حرف بزنم، ولی چیزی که هست اینه که ما فعلا کتاب درسی اینو گفته و باید بپذیریم. پس اینها رو ما میتونیم الان به عنوان حالا یک مطلب بپذیریم و نکات میتونیم داشته باشیم. حالا اگر چیز به ذهنم رسید من سعی میکنم اضافه کنم به این. خب میگه که تو 246 میگه در نیم واکنش کاتودی، اصلا کلن همین سلول دیگه الان روی مس، میگه در نیم واکنش کاتودی، توی کاتود این نیم واکنش داره انجام میشه. میگه که الکترون از رسانه یونی به رسانه الکترونی منتقل میشه. ببینید یعنی چی؟ الان ما داریم میبینیم این موضوع رو که الکترون داره به الان از سیو دو مثبت، همونطور که داریم میبینیم الکترون داره میگیره و سیو داره تبدیل میشه. الکترون از اینجا اومدن به این بر، ما بچه به این فلزا میگیم رسانه الکترونی، چون الکترون رو میتونن رد و بدل کنن. ما به محلول میگیم رسانه چی؟ حالا محلولی یا اصطلاحا میگیم رسانه یونی ما بهش میگیم. الان توی اینجا ببینید الکترون از سیو رفته به سیو دو مثبت چسبیده، پس الان رسانه الکترونی داره به کی الکترون میده؟ رسانه یونی. اینجا برعکس دقیقاً گفته از رسانه یونی به رسانه الکترونی منتقل میشه. اما اینجا نگاه بکنید، اینجا چیزی که هست اینه که ZN یعنی این رسانه که الان ما داریم داره تبدیل به ZN دو تا الکترون میشه و الکترون به سمت بالا اومدن، ZN دو مثبت ها اومدن توی محیط. پس یادمون باشه که رسانه یونی یعنی چی؟ رسانه الکترونی هم به چه معناست؟ پس اولی که غلطه، دومی که واکنش کلی سلول میشه ZN به CU دو مثبت میشه ZN دو مثبت به CU. ظاهرا درسته. آها یه مشکل داره، این یه مشکل اساسی داره بچه ها. ZN و CU ما جامدن اینجا، میبینید؟ بعد میگفت ZN S و CU S، اینجا گفته ZN AQ و CU AQ، پس دومی هم غلط. من اینکه این شروع تایپی بخواد باشه، پس میخواید اینو حالا با شک دو رو رد بکنیم، شاید دو درست باشه، پس دو رو نگه داریم فعلا تو آب نمک. سم که CU پتانسیل کاهشی بیشتری دارد، اکسنده است و کاتود سلول است. خب CU اینجا بچه قراره که کی الکترون اینجا بگیره؟
اینجا سیو که الکترون نمیگه، سیو دو مثبت یه داره الکترون میگیره، این حواسمون باشه. و سیو دو مثبت وقتی الکترون میگیره کاهش پیدا میکنه و اکسنده، سیو اینجا نقش اکسندگی نخواهد داشت. بنابر این سه هم غلطه. چهار میگه ای صفر زبور برای 1.1 ولت. خب ای صفر کاتود منه ای صفر آنود، اینجا کاتود ما چقدر بود؟ 34 صدم. 34 صدم من های منفی 76 دادم که منفی دادم منفی میشه مثبت، که این دقیقا 1.1 درسته، تا اینجا که درسته. و میگه جریان الکترون از سوی الکترود روی به سمت مس است. و جمله چهارم میبینی که همه چیز دیگه درسته و میتونی 246 گزینه 4 رو به عنوان گزینه درست علامت بزنی. سوال 247، به ازای مبادله 3.1 در دفع تمام 24 الکترون در واکنش فلز مس با محلول نقره نیترات، چند گرم فلز نقره آزاد میشود و در صورتی که حجم محلول 2 لیتر باشد غلظت مولی نمک حاصل چند است؟ بچه اینجا مبادله الکترون رو اگر بخوام بنویسم، اجازه بده اول من واکنش کلی رو داشته باشم که اینجا CU داریم به اضافه نقره نیترات شده چی برای ما؟ CuNO3. خب اینجا از CU یه بار مثبت استفاده می‌کنیم یا دوبار مثبت؟ معمولا اگر مسئله اشاره نکرده بچه باید دوبار مثبت رو بگیم، یا مثلا توی Fe2+ Fe3+ اولویت بر کدومه؟ اگر مسئله شونه گرد Fe2+ بعد حتما آورده بشه، پس این رو مد نظر ما داشته باشیم. خب ببینید ما به طور عادی میتونیم اینو موازنه کنیم، اصلا کاری نداره، ولی میخوام با روش همون اکسشگاهش موازنه انجام بدم تا ببینید که چند تا الکترون داره جابجا میشه و رد و بدل میشه. خب من برای اینکه این کارو بکنم اینجا مینویسم که اول یونه تماشاگر رو حذف بکنیم. الان NO ساز یونه تماشاگر دیگه مفصل روش قبلا صحبت کردم، من نمیخوام وقتمون رو بگیرم. الان CU داریم به اضافه Ag مثبت شده CU2+ به اضافه Ag. برای موازنه من اول نیم واکنش میام اکسایش رو مینویسم که الکترون داره میده و اینجا نیم واکنش کاهش رو خواهیم داشت، بذار الکترون شده Ag. خب من اگر بخوام الان موازنه انجام بدم بعد الکترون ها رو حذف بکنم، بنابراین تو دو بعد ضرب شه تا الکترون ها حذف شه. دو تا نتیجه خیلی مهم یه تیکه داره. یک، الان الکترون با الکترون ساده میشه، چند الکترون ساده داره میشه؟ دو تا. پس بیاد اینجا من اضافه کنم که تو این واکنش داره دو تا الکترون جابجا میشه، پس اینو به این واکنش من میتونم اضافه کنم. بگرد اینجا حالا برای موازنه داریم میبینیم که یه دونه CU داریم به اضافه دو تا Ag مثبت شده CU2+ به اضافه دو تا Ag. بنابراین من میام اینجا وارد میکنم با یه رنگ مشخص کنم که بفهمیم که موازنه به این شکل انجام شده. پس یه دو اینجا میخوایم، یه دو هم پشت نقره خواهیم خواست. خیلی خب، با توجه به این موارد حالا ببینیم کدوم ها درگیرن، کدوم ها درگیر شدن بچه ها. یکیش الان خود این الکترون است، پس این الکترون، یکی گفته چقدر نقره آزاد میشه و یکی هم گفته که محلول ما غلظت مولارش چقدر خواهد. خیلی خب، ما برای اینکه بتونیم حالا بقیهش رو بنویسیم، الکترون به اصل تعداده، پس ضریب ضرب در 6.2 در 10^23 میاد پایین. Ag بر اساس گرمه، پس ضریب ضرب در جرم مولیش، و اینجا غلظت مولاره، بالا میشد ضریب، پایین میشه غلظتش، مثلا x ضرب در حجم که 2 لیتره. اینجا که گفته بود چند گرم و اینجا گفته بود 3.1 در 10^24 تا اینجا ما الکترون خواهیم داشت. خب برای محاسبه خود اول x رو حساب بکنیم. برای x ما داریم x ضرب در 2 ضرب در بازم 2 ضرب در 6.2 در 10^23 شده 1 ضرب در 3.1 در 10^24. خب اول تا جایی میتونم ساده کنم، اینجا 6.2 با 3.1 میشه چی؟ میشه 2. اینجا یعنی 10^23 با 10^23 میشه 10، 2 با 10 میشه 5، x ما میشه 5/4، 5/4 میشه 1.25. بنابراین 1.25 مولار خواهد بود. پس تو گزینه‌ها یعنی یا گزینه 2 درسته یا گزینه 3. بریم سراغ ایگرگمون.
یک رو با چی میتونیم محاسبه کنیم؟ بچه هم با ستون یک میتونیم محاسبه کنیم، هم با دو، فرقی نداره. ولی بهتره که با ستون دومی، یعنی الان در اینجا ستون سوم رو دقیقا ما انتخاب بکنیم، چون ستون اول به دست آوردیم یکسش شدیم، خطرناکه که ما متغیر جدید رو با متغیر قبلی بخواییم به دست بیاریم. پس بهتره با همون بریم. میخواید همینجا اصلا این 6 و 2 صدام با 3 و 1 صدام ساده کنیم، میشه 2 تا اینجا، این هم با این ساده میشه 10 میمونه. این رو دیگه ساده ترش بکنیم یه موقع. خب میشه ایگرگ ضرب در یه 2 ضرب در 2 داریم، پس میشه 2 ضرب در 108 ضرب در 10. خیلی خب ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان اینجا یه 2 با یه 2 قطعا ساده میشه، یه 2 و یه 10 هم ساده میشن، میشن 5. 5 تا 108 تا 5 تا 100 تا که میشه 500 تا، 5 تا 8 تا میشه 40 تا، پس میشه 540 گرم که بین گزینه 2 و 3 تو گزینه 3 این عدد رو میتونیم شاهد باشیم و 247، پس گزینه 3 رو میتونیم براش علامت بزنیم. سوال 248، 32.5 گرم از یک قطعه آلیاژ روی و مس را در مقدار کافی محلول 4 مولار هیدروکلوریک اسید قرار داده و گرم کنم تا واکنش کامل انجام گیره. خب بچه‌ها ما وقتی یک قطعه داریم پس مخلوط رو داریم. قبلا بهتون یاد دادم که اگر مخلوطی از مواد داشته باشیم، الان آلیاژ ما روی مس، وقتی مخلوطی از مواد داریم یکی رو x یکی رو y در نظر بگیریم، چون اینجا گفته گرم، پس انگار ما x گرم zn خواهیم داشت، y گرم cu. بسیار خوب، که میگه در مقدار کافی محلول 4 مول قرار گرم میکنیم. خب اینجا الان اگر یک دقت بکنیم، من واکنش رو بنویسم، zn به اضافه دو تا های cl میشه، میشه zn cl رو به اضافه هاشه، واکنش خیلی معروفیه که الان ZN این واکنش داره انجام میشه. بعدی رو بچه نگاه کنیم، بعدی قراره که اینجا CU هم به اضافه های CL بشه. منطقه یه نکته ما داریم بچه، ای صفر CU رو نگاه بکنید، مثبت 34 صدومه. هیدروژن الان برای الکترون دادن قوی تره یا CU؟ مسلما هیدروژن، چون صفره هیدروژن. بنابراین چه موقع میتونه CU جای هیدروژن بگیره؟ موقعی که قوی تر از هیدروژن باشه. بنابراین واکنش اصلا انجام نمیشه، یادمون باشه. ولی Zn منفی 76 از هاش قوی تره و این واکنش کاملا انجام شدنیه، حواسمون باشه. نکته خیلی قشنگ این سوال داشت. حالا میگه در این فرایند 2.24 لیتر گاز هیدروژن در شرط استاندارد میگه آزاد میشه، درصد جرمی مس در این آلیاژ کدام است؟ خب بچه‌ها من یک ترفند خیلی خوب میخوام اینجا بزنم و اون این که وقتی ما یک قطعه آلیاژ روی مس داریم و اینجا مس هیچ واکنشی با های سل نمیده، پس یک کاری میتونیم انجام بدیم، انگار ما 32.5 گرم Zn داریم با ناخالصی چی؟ مس یا CU. قبوله؟ انگار ما درصد ناخالصی رو میخوایم حساب بکنیم، پس اینجا ما درصد خلوص انگار خواهیم داشت. من درصد خلوص Zn اگر حساب بکنم از صد کم کنم میشه درصد چی؟ مس برای ما. بنابراین اینجا الان Zn درگیر، H2 هم درگیر، Zn بر حسب گرم ظریف ضرب در جرم مولی و اینجا میشه 32.5 گرم با خلوص x درصد، چون حالا x و y در نظر بگیریم، z درصد در نظر بگیریم که قاطی نشه. بسیار خب اینجا پس باید این درصد خلوص و لیتر هیدروژن اینجا 22.4 دام و اینجا هم که 2.24 لیتر رو خواهیم داشت و فکر میکنم اینجا خیلی راحت بتونیم x رو حساب بکنیم یا درصد خلوص رو. اینجا داریم 325 دهم ضرب در z صدم در 224 دهم شده 65 ضرب در 224 صدم. اول تا جایی میتونیم ساده کنیم و بعد ضرب و تقسیم رو انجام بدیم. 224 224 یه صد اینور با صد دیگه ما چی میتونیم داشته باشیم؟ این 325 با 65 احتمالاً یه رابطه بعد داشته باشن با هم. خب این 65 رو اگه از ضرب در 5 بکنیم بچه چی میشه؟ دقیقاً 5 5 25 رو درست میشه، پس این ضرب در 5 دقیقاً، این 5 هم با این 10 ساده کنیم که
حاصلش میشه 2، زد اینجا شده 2 × 10^20. پس ما زد انمون 20% کلشه، پس ناخالصی سویوم میشه 80%. بنابراین ما اینجا میبینیم که یا گزینه 3 درسته یا گزینه 4. خب اینجا ادامه داره، میگه برای انجام کامل این واکنش دست کم چند میلی‌لیتر از محلول این اسید لازم است. خب اینجا میگه اسید لازمه، پس ZN قراره که همش مصرف بشه و یا میخوایم این H2 این وسط، خلاصه از H2 هم میتونیم در نظر بگیریم، فرقی نداره. اینجا HCl پس میخواد بگه چند میلی‌لیتر غلظت مولاش میداده، پس بالا میشه ضریب، پایین میشه غلظت ضرب در حجم. گفته چند میلی لیتر نیازه برای اینکه این واکنش به طور کامل انجام بشه. من پیشنهاد میکنم که با این ستون آخر بریم، پس میشه 2 ضرب در 224 صدم شده 4 ضرب در x 1000 ضرب در 224 دهم. خب اینجا چی و چی ساده بشه؟ مسلما 224 با 224 ساده میشه، یه صفر این با این صفر با 100 ساده بشه، 2 × 4 هم که میشه 2، x میشه برای ما الان 2 / 100 شده x، پس اصلا این 200 هم ما هم ساده کنیم که میشه 50، پس x میشه 50 میلی لیتر. بنابراین 248 تو گزینه 4 هر دو عدد رو میتونیم ببینیم و 248 گزینه 4 گزینه درسته. من سوال 249 میگه عنصر M دارای عددهای اکسیژن پایدار 1 مثبت و 4 مثبت. بسیار خوب، پس ما یه دونه M مثبت داریم، یه M4 مثبت. بسیار خوب، و میگه X داره عدد اکسیژن -1 و -2، پس X داریم یه بار منفی و X 2 منفی اینجا داریم. بسیار خوب، ببینیم که حالا چی میخواد بگه اینجا. میگه اگر جرم اتمی X 2 برابر جرم اتمی M باشد، اینجا MX 2 برابر جرم اتمی M. خب بقیهش میگه با کدام عددهای اکسایش عنصرهای M دست جرمی M در ترکیبهای آن بیشتر است؟ خب الان اینجا MOX میخوام ببینیم چه ترکیبی اصلا توشون وجود داره و اینو حتما بررسی باید بکنیم، کلش رو اصلا بنویسیم. الان 4 تا ترکیب داریم دیگه، ترکیب اولی که MOX با هم باشن، MOX اگه با هم باشن الان 1 میره برای X، X میاد برای M، پس میشه یه ترکیب MX. ترکیب دوم این دوتا با هم دیگه، X 2 تاست میره واسه M، M هم 1، پس میشه M2X. اینجا چی؟ توی اینجا خب M 4 1، 4 میره واسه X، 1 میره واسه اینجا، پس میشه MX4. و آخرم که ما داریم یه MX داریم، 2 میاد واسه M، 4 میره واسه X، و این دو تا با هم ساده بشن میشه MX2. خب حالا چیو داره به ما میگه؟ میگه که دست جرمی M در کدوم ترکیب بیشتره، با توجه به اینکه من میدونم الان x 2 برابر m هم هست جرمش. خب الان وقتی ما درصد ترکیب حالا m میخوایم بیشتر باشه، پس مقدار m بیشتری باید داشته باشیم مسلما. اینجا نسبت m و x 1 به 1، اینجا 2 به 1، اینجا 1 به 4، و اینجا میشه 1 به 2. خب مسلما اینجا 2 به 1 بیشترین دست جرمی m رو خواهیم داشت، یعنی اونجایی که ما بعد x 2 منفی باشه، m 1 بار مثبت. کدومو داریم؟ 249، پس گزینه 2 گزینه درست بوده. همونطور که داریم میبینیم بچه ها خیلی ما مشکلی تو این سوال نداشتیم، ظاهر سوال یه سوال سختی بوده، ولی بارها بهتون گفتم این ظاهر سخت رو کلا بذارید کنار، سوالات کنکور کاملا قابل حله. و اتفاقا کسانی که طراح محترم کنکور سراسری هستن، برنامه‌شون معنی که ببینید چقدر شما اعتماد به نفس داری، با یه سوال که زاری سخت شما خلاصه میدون رو ترک نمی‌کنید. من می‌خواد سوال سخت رو حتما برید سراغش، حتما حلش کنید، چون همشون قابل حل برای ما خواهند بود. سوال 250 میگه دست روی الکتروشیمیای نقره روی طبق روابط استوکیومتری به ازای کاهش 13 گرم از جرم الکترود آنودی
جرم الکترون کاتودی چند گرم بیشتر می شود. ما راجع به تبادل الکترون هم صحبت کردیم و یکی از سوالات معروف بازم همینه که از جرم آنود وقتی کاسته میشه چقدر به جرم کاتود داره اضافه میشه. خب ما برای اینکه بتونیم مشخص کنیم، اول کاتود آنود بچه اینجا مشخص چی هستن؟ اینجا نقره و روی داریم. نقره و روی مسلماً الکترون خواهد داشت چون قوی تره و نقره الکترون میگیره، حاصل میشه Zn2 مثبت به اضافه Ag که قاعدتاً برای موازنه دو اینجا لازم داریم. خب اینجا میگه به ازای کاهش 13 گرم از جرم آنودی، بنابراین از Zn قرار 13 گرم کم بشه و میگه کاتود چقدر بیشتر میشه. خب Zn اگر کم بشه ضریب ضرب در جرم آنودی 65 و اینجا 13 گرم بوده، اینجا 2 ضرب در 108 گرم برای نقره اصلا داره تولید میشه و داره اضافه میشه و اینجا میبینیم چند گرم خواهد شد و همینه. یعنی خیلی چیز فکر نمیکنم پیچیده ای داشته باشیم. داریم 65 ضرب در x شده 13 ضرب در 2 تا 180. 65 و 13 هم ساده میشن، حاصلش میشه 5. این 5 هم ما میتونیم با 108 حالا به نحوی ساده کنیم، ولی خب حالا بنویسیم فعلا x میشه 2 تا 180 میشه 216 به روی 5. سوال بخش رو در 2 بکنم بالا میشه 432، پایین میشه 10، پس میشه 43.2 گرم به نقره اضافه میشه که گزینه 1 این عدد رو داره به ما نشون میده. پس تو این موارد کافی فقط واکنش رو بنویسم، هیچ کار خاصی نداریم و خیلی راحت میتونیم مسائل مربوط به سلول رو با هم حل کنیم. سوال 251 میگه در پیل الکتروشیمی دو فلز AgMg، بازم اینجا Mg قوی تر از نقره هست، بنابراین منیزیم برای ما میشه آنود و Ag میشه کاتود، یادمون باشه. بازم میگه در مقابل خورده شدن 12 صدم گرم از آنود چند گرم بر وزن کاتود اضافه میشود. خیلی شبیه اینه، ما واکنش رو فقط بنویسیم. پس یه Mg داریم به اضافه Ag مثبت شده Mg دو مثبت به اضافه Ag که دو رو برای این خواهیم داشت. بازم داره میگه الان آنود من مسلماً Mg خواهد بود و بس به گرمه. یه 24 داریم، اینجا 12 صدم گرمه. میگه چقدر به کاتود اضافه میشه که Ag ما باشه 2 تا 180 و چقدر. خب برای محاسبمون کافیه من بیام 24 ضرب در x رو مساوی با 12 صدم در 2 تا 180 قرار بدم. 24 12 میشه 2، یه 2 با 2 ساده میشه و x اینجا میشه 108 به روی 100، پس میشه 1.8 صدم گرم که گزینه 2 اینجا میبینیم گزینه درست برای ما خواهد. سوال 252 میگه با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد عناصری داده شده کدام واکنش به طور خود به خودی انجام میشه؟ ببینید ما برای اینکه بفهمیم کدوم خود به خودی انجام میشه باید ببینیم که آیا واکنش اون که الکترون باید بده داره میده یا نه. یعنی چی؟ مثلا تو گزینه 1 الان میخوایم واکنش انجام میشه یا خیر، Cu2 مثبت به اضافه Ni شده Cu به اضافه Ni2 مثبت. ما تو این گزینه 1 بچه‌ها داریم این رو میبینیم که Ni انگار الکترون داده، Cu الکترون گرفته. وقتی Ni الکترون داده پس ای صفرش باید کوچیک‌تر باشه. آیا هست یا نه؟ Ni منفی 25 صدم، Cu مثبت 34 صدم. پس بنابراین درسته این واکنش خود به خود انجام خواهد شد. و میگه حالا ای صفر چقدره؟ ای صفر همیشه هست، ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود که گفتیم اینو بهش میگیم ای صفر سلول که با ای ام اف هم نمایشش میدیم این رو. خب الان ای صفر کاتود منه ای صفر آنود اگر در نظر بگیریم کاتود ما مسلماً Cu میشه 34 صدم و آنود ما میشه به اضافه 25 صدم میشه منهای منفی 25 صدم. خب الان حاصل این بچه برای ما میشه 59 صدم. اینجا چی گفته؟ گفته 27 صدم، پس این درست نیست و گزینه 1 به همین راحتی رد میشه. گزینه 2 کروم و وانادیوم رو داریم، شده کروم 3 مثبت وانادیوم. کروم الکترون داده، وانادیوم الکترون گرفته، پس برابر این کروم باید الان ای صفر کوچیک‌تر باشه از وانادیوم. ای صفر الان 74 صدم منفی برای کروم هست، وانادیوم منفی 1.2
اینطور نیست. پس برای این واکنش دو انجام نخواهد شد. واکنش سه میگه نیکل و وانادیوم داریم. شده نیکل دو مثبت و وانادیوم، یعنی نیکل الان بعد الکترون بده، وانادیوم الکترون بگیره، پس نیکل بعد ای صفر کوچیکتری داشته باشه چون فلز قوی تر الکترون خواهد داد. نیکل چند بود؟ منفی 25 صدم بود، وانادیوم منفی 1.2 دهم. بازم این واکنش انجام نمیشه چون وانادیوم دوست داره الکترون نسبت به نیکل بیشتر دوست داره الکترون بده. پس سه انجام نمیشه، قاعدتا باید 4 باشه دیگه. الان وانادیوم و Cu2 مثبت، وانادیوم نیا کنید منفی 1.2 دهم، Cu2 مثبت 34 صدم. پس مسلماً اینجا میبینیم که وانادیوم الکترون خواهد داد و این واکنش انجام شدنیه. ای صفرش هم چک کنیم میشه ای صفر کاتود منهای آنود. الان کاتود من مسه، پس میشه 34 صدم منهای اینجا وانادیوم هم منفی 1.2 یا 34 صدم به اضافه 1.2 حاصل چند میشه؟ میشه 1.54. این چه عددی؟ بله اینم 1.54 گفته، پس من این 252 گزینه 4 برای ما گزینه درست خواهد بود. سوال 253، اگر ای صفر یک سلول الکتروشیمیک در آن واکنش Zn به اضافه A2 مثبت، من واکنش رو بنویسم، Zn به اضافه A2 مثبت حاصل برای ما شده Zn2 مثبت به اضافه A. Zn الکترون داده و A2 مثبت الکترون گرفته، پس میفهمم که Zn الان از A قوی تره. خب میگه که الان ای صفر سلول 35 صدم ولت. خب اینجا بفهمیم یعنی چی؟ کی آنود کی کاتود؟ A اینجا برای ما کاتود، Zn آنود. پس ای صفر سلول که از ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود، اینجا میتونیم برش بگیم ای صفر سلول 35 صدمه، میشه ای صفر برای کاتود ما که A منهای ای صفر برای Zn. من دیگه کامل نمیسیم که وقتمون گرفتنش. پس اختلاف بین این دوتا تونستیم به دست بیاریم. خب میگه برای واکنش بعدی A و AG مثبت شده A2 مثبت به اضافه AG، که من دیگه دوباره نمی‌نویسم دیگه. ببینید الان اینجا برای دومی A میشه آنود و AG مثبت میشه کاتود، بنابراین برای دومی هم ما داشته باشیم میخوایم با این رنگ دیگه بنویسم که یک جداسازی کامل انجام بدیم. خب برای بعدی ای صفر سلولش چقدر شده؟ میگه چنده؟ پس ای صفر سلول رو برای بعدی میخواد که این هست برای ما ای صفر کاتود. کاتود اینجا برای ما AG هست، AG رو داده 8 هم و خب اینجا بله برای A هم که شده A2 مثبت رو خب نداده، این هم میشه ای صفر A برای ما. میگه ای صفر سلول چقدره؟ خب بچه با ترجمه این که Zn با ما داده منفی 76 صدم، پس کلا میشه مثبت 76 صدم. به نظرم میشه ای صفر A رو اینجا به دست آورد. ای صفر A اینجا کافیه که من اینو ببرم اون بر. الان از 76 صدم نگاه 35 رو میخوام کم کنیم، میشه چقدر؟ 41 صدم. پس این منفی 41 صدم خواهد بود و قاعدتا من اینجا قرار میدم. پس ای صفر سلول برای میشه 8 دهم ای جی منهای منفی 41 صدم میشه به اضافه 41 صدم که میشه علی برای ما 1.21 که ما 253 تو گزینه 2 میتونیم عدد رو شاهد باشیم و با هم ببینیم. بریم سراغ آخرین سوال این جلسه. میگه با توجه به واکنش های زیر که نوشتم الان اینجا که بهتون خود به خود در جهت رفع پیش میره، من کدام ترتیب در برابر قدرت اکسندگی کاتیون ها درست است؟ بسیار خوب. ما بچه ها بیاین اول واکنش هایی که میتونیم استخراج بکنیم رو اصلا اینجا داشته باشیم. اینجا ببینید تو واکنش اولی SN4 مثبت داریم، H2 داریم، 2 مثبت داریم و مثبت. ما معمولا ای صفر رو میخوایم بنویسیم، مثلا ای صفر Cu رو میخوایم بنویسیم به این شکله که میگیم Cu2 مثبت Cu دیگه، یعنی اگر اینجا بخواد Cu به Cu2 مثبت تبدیل شه یا Cu2 مثبت به Cu تبدیل بشه ای صفر چقدره. اینجا بیایم همچین اتفاقی رو رقم بزنیم. خب الان اینجا چی حضور داره؟ 4 مثبت و 2 مثبتن، پس قراره که اینجا ای صفر 4 مثبت SN4 مثبت رو به SN2 مثبت در نظر بگیریم. اینجا چی؟ ای صفر هاش مثبت انگار به هاش 2
تو پایینی H600 H2 رو داریم، اینجا نگه فرق میکنه SN200 به SN با اولیه فرق داره کاملا. این SN2 مثبت به SN خواهد بود و اینجا هم SN2 مثبت 4 مثبت رو داریم، اینجا 3 مثبت 2 مثبته، پس E0 FE 3 مثبت به FE 2 مثبت رو ما شاهد خواهیم بود. خب الان هر چقدر E0 کوچکتر باشه بین اینا، هر چقدر E0 کمتر باشه، مسلماً خیلی سریعتر الکترون از دست میده، خیلی سریعتر اکسایش پیدا میکنه، کاهنده قوی تریه، این حواستون باش. در عوض SN اینجا خب خیلی تمایل نداره که بخواد اینجا الکترون از دست بده، بس بنابراین ما به این شکل میتونیم مشخص کنیم فعلا بیایم قدرت کاهندگی این حالا چیزی که ما توی سمت راست داریم و با هم مقایسه کنیم. حالا به چه شکل؟ میگه الان انجام میشه، من اگر اینجا اینو آ بگیرم، این به این سه، اینم برای ده. خب الان هیدروژن الکترون داده SN4 مثبت گرفته، بنابراین H2 از SN2 مثبت بیشتره E0ش، پس B از A اینجا الان بزرگتره. تو بعدی SN2 مثبت داریم، یعنی C رو داریم با H که میبینیم که SN الکترون داده، یعنی C الان از B بزرگتره و اینجا SN2 مثبت SN4 مثبت، این SN2 مثبت که الکترون داده به FE3 مثبت، پس مشخص میشه که الان آی ما از دی بزرگتر شده. ترتیب فکر کنم دیگه بتونیم بگیم پس الان سی بزرگتر از بیه، این بزرگتر از آ، بزرگتر از دی. اینجا الان قدرت کاهندگی رو چیه داریم؟ قدرت کاهندگی حالا این فلزات استرالانی میگیم سمت راست رو داریم. من جایگزین کنم، سی الان از همینگار قوی تره، بعدش شده هیدروژن، بعدش شده SN2 مثبت و در آخر FE2 مثبت رو ما داریم. پس الان اینا طبق قدرت کاهندگیشون اومدن و اینجا قرار گرفتن. خب الان SN بچه تبدیل به چی شده اینجا؟ به SN2 مثبت. هر چقدر تمایل برای الکترون دادن قوی تر باشه، برای الکترون گرفتن یعنی برعکسش کاملا برعکس میشه. یعنی الان SN میبینید به SN2 مثبت تبدیل شده، پس قدرت اکسیدی کمتر میشه نسبت به H مثبت و اینم کمتر میشه نسبت به SN4 مثبت و اینم میشه کمتر نسبت به FE3 مثبت، پس اینم میشه قدرت اکسیدی. حالا کاتیون ها رو ما بررسی کردیم، بنابراین ما از این نکته استفاده کنیم که هر حالا ذره دوست داشته الکترون بیشتر بده، کمتر دوست داشته الکترون بگیره و از این ما تونستیم خط آخر رو مشخص کنیم. خب این مقایسه رو تو گزینه 1 که نداریم، گزینه 2 هم نه نیست، گزینه 3 FE الان 3 مثبت اصلا 4 مثبت بعد اینجا باشه، پس اشتباه است، ولی 4 رو فکر کنم درست باشه. الان FE3 مثبت اول، SN4 مثبت، H مثبت و SN2 مثبت. پس بنابراین ما برای 254 گزینه 4 رو دیگه میتونیم علامت بزنیم. خب اینم از جلسه 24م. جلسه 25م رو حتما پیگیری بفرمایید که میخوایم راجع به مطالب خیلی مهمتر از اون سلول سوختی و برق‌کافت تو اون جلسه با هم صحبت بکنیم.